تصادف اعتقادی ندارم. من به وعده الهی اعتقاد دارم. من در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدم و خدا نقشه ها داشت، نقشه های عالی. در روزی که من میخواستم خودم رو بکشم، عیسی مسیح خودش رو بر من آشکار کرد و به من زندگی تازه‌ای بخشید. و اگر با من دعا کنی و باور داشته باشی، خداوند امروز زندگی تازه‌ای به تو خواهد داد. عیسی مسیح واقعیه، او زندگی ها رو عوض میکنه، سرنوشت رو تغییر میده، اون آدم ها رو عوض میکنه و اون آدم ها میتونن دنیا رو تغییر بدن. آیا خواندگیتون رو گرفتین؟ هر شخصی روی این کره خاکی تو این دنیا باید بدونه که خواندگیش چیه؟ آیا خوانده شدین؟ این سوال خیلی ساده ایه، ولی میتونه یکی از مهمترین سوالا در زندگیتون باشه. شاید امروز دارین این پیغام رو از طریق تلویزیون میبینین، در افغانستان یا در مصر یا عربستان سعودی، یا شاید در وسط یه بیابان هستیم مثل خیلی از مردم که برنامه من رو از طریق آیفون تماشا میکنن. و بعد از تماشا کردن یک کورسوی امید در قلبشون ایجاد میشه. من میخوام از شما سوال بکنم، آیا خوانده شدین؟ برای چه کاری؟ کجا؟ حتی یه ATS این سوال رو باید بپرسه، آیا خوانده شدم؟ و اینجا در کتاب رومیان در باب اول داریم یه مقدمه فوق العاده رو، یه مقدمه بی‌نظیر رو میبینیم از پولس رسول، مردی که خوانده شده بود و قوم ها رو تبدیل میکرد برای عیسی مسیح. یه سوال خیلی ساده، چند نفر از شما میدونی که کلام خدا خیلی ساده است؟ چیزهایی هستن که پیچیدن یا ما پیچیدشون میکنیم چون طالب روح القدس نیستیم و سعی میکنیم با درک خودمون تفسیرشون کنیم. ولی وقتی که عیسی روی زمین اومد خیلی ساده صحبت میکرد. اون گفت من نان حیات هستم. ساده. اون گفت من آب حیات هستم. ساده. اون گفت من راه هستم و راستی و حیات. ساده. چیزی که انسان پیچیدش کرده. و اینجا پولس کتاب رومیان رو آغاز میکنه که در واقع یه نامه است به کلیسایی در روم. مرکز اصلی در تمام امپراتوری و پادشاهی روم. و این اون چیزیه که اون میگه در اولین آیه، که بعضی وقتا ما این احوال پرسی ها رو جا میندازیم. ولی در تهنیت اون حکمت خیلی عمیقی نهفته شده. این اون چیزیه که میگه پولس غلام عیسی مسیح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده برای انجیل خدا که سابقا وعده آن را داده بود و به وساطت انبیای خود در کتب مقدسه. غلام عیسی، پولس داره خودش رو معرفی میکنه، هویتش رو در عیسی مسیح. در یک شهر پر از شرارت داره این نامه رو برای مسیحان انگشت شماری میمیسه. در اون زمان شهر روم 1,000,000 جمعیت داشت و 40 تا 50 هزار نفرشون یهودی بودن. و بعد و اگر همینطور ازشون کم کنی میبینی که کلیسا یه جمع خیلی خیلی کوچیکی بوده. پس در خدمتش پولس با کلیساهای بزرگ شروع نکرد، اون پر از جلال شروع نکرد، اون با آتش‌بازی و دستگاه‌های بخارساز و این چیزا شروع نکرد، بلکه اون خیلی ساده خواندگیش رو آغاز کرد. و براش مهم نبود که وارد چه تجربیاتی میشه، فرقی نمی‌کرد چقدر اون شکنجه میشد، آزار دیده، برهنه، گرسنه، فرقی نمی‌کرد. میدونی چرا؟ چون اون خواندگیش رو میدونست. و اون میدونست که هر خواندگی به هر شکلی یک بهایی داره. آیا خواندگیتون رو دارین؟ آیا امروز خواندگی خودتون رو میدونین؟ یا خیلی وقت پیش فهمیدین خواندگیتون چیه و بعد یه اتفاقی برای اون خواندگی افتاده که کلن اونو رو تاخچه گذاشتین و داره خاک میخوره و شما تقریبا از یاد بردینش؟ شاید تجربیات، موانع، شکنجه ها، توهین ها، سوء قصد ها و خیلی چیزهای دیگه وارد زندگیتون شدن، خیانت ها.
و بعد شما گفتین این کار من نیست، که خیلی ها اینو میگن. یادم میاد سالها قبل یه برنامه تلویزیونی فوق‌العاده داشتیم، برنامه زنده تلویزیونی برای خاورمیانه. مردم زنگ میزدن، خطا پر بود، خیلی از ترکیه زنگ میزدن، از ایران و حتی از افغانستان زنگ میزدن. حتی یه نفر از سوئد زنگ زد با اینکه زبون منو نمیفهمید و اون گفت نمیتونم باور کنم. اون به انگلیسی صحبت میکرد، باورم نمیشه، من داشتم کانالا رو عوض میکردم و یهو تو رو دیدم، عاشق اون شور و اشتیاقت شدم. من نمیدونم تو درباره چی حرف میزدی و من هیچی درباره عیسی نمیدونم، ولی شروع کردم به فهمیدن چیزهایی که تو میگی و من میخوام عیسی رو به قلبم دعوت کنم و اون نجات پیدا کرد. و این یکی از برنامه های تلویزیونی فوق‌العاده و بی نظیری بود که تا به حال انجام داده بودم و بعد از اون برنامه گفتم خداوندا ممنونم، ممنونم، من تعظیم کردم، من کاملا و تماما در مقابل کار خدای قادر مطلق فروتن شده بودم و گفتم خداوندا ممنونم. در واقع اینو گفتم، ممنونم که منو انتخاب کردی، ممنونم که منو خواندی. و یادم میاد که به هم گفت تو اولین انتخاب من نیستی. و در اون لحظه یه احساسی مثل میدونی ای وای چیزی که به هم گفت رو داشت و من گفتم من اولین انتخابت نبودم. و این خیلی خوشایند نبود. اون سعی نداشت که بدجنس باشه، ولی میخواست به هم بگه دلیل این چیزی که برای من آشکار شده چند نفر از شما با این موافقید. ما خیلی وقتا کارهایی رو بدون هدف انجام میدیم، ولی خدا هیچ کاری رو بدون هدف انجام نمیده. شاید امروز شما در یک تجربه در زندگیتون هستید و هی فکر میکنین دلیل یه همچین تجربه چی میتونه باشه و هی میگین آخه هدف از این چیه، ولی شما باید دربارش دعا کنید، چون شاید یه چیز فوق‌العاده نتیجه این شرایط باشه. و خدا بهم گفت میخوام بدونی که من دو تا مرد رو قبل از تو دعوت کردم، ولی مطیع این خواندگی نشدن. اونها نمیخواستن بها رو پرداخت کنن، نه فقط ما اطاعت کردن، چون اطاعت هم همراه با یک بهایی میاد. پس خدا گفت اونها نمیخواستن این کارو بکنن، اونها نمیخواستن صورتشون تو تلویزیون دیده بشه و نمیخواستن بهاشو بدن. برای همینه که تو سومین انتخاب منی که تبدیل شده به اولین، به خاطر اینکه اطاعت کردی. و دلیل اینکه اینو دارم بهت میگم اینه که تو باید همچنان فروتن و وفادار بمونی در خواندگیت، چون خدا داشت منو آماده میکرد برای اون تجربیاتی که قرار بود روبرو بشم، تا وقتی که در اون تجربیات بیفتم نخوام جا بزنم. پولس غلام عیسی مسیح، اولین چیزی که پولس میگه، اون نمیگه من یه رسولم، اون نمیگه من مرد خدام، اون نمیگه کسی که هر جا میره معجزات و نشانه ها به دنبالش میان، من اینم من اونم. اولین چیزی که میگه من غلام عیسی مسیحم. هویت اون حول و حوش مدارک و دانشش تشکیل نشده بود، یا اون عناوینش یا هر چیز دیگه، بلکه هویت اون در خدمتی که انجام میداد شکل گرفته بود و اون کاملا از اون آگاه بود. چون باید یه چیزی بهتون بگم، برای مهم نیست که چند تا PhD و مدرک دکترا دارین یا تحصیلاتتون چیه، فرقی نمیکنه چند تا عنوان دارین، معاون، مدیر عامل، مدیر کل، شما میتونید تمام دنیا رو داشته باشی، ولی تا زمانی که غلام خدا نشین هیچی نیستی و القاب شما هیچ ارزشی ندارن. وقتی خدا یک نفر رو دعوت میکنه، خادم من ایوب رو ببین، خادم من ابراهیم رو ببین، این بالاترین لقب بود که خدا میتونست به کسی بده. و این اون چیزیه که پولس اعتراف میکنه، اولین و مهمترین هویتش، پایه اون خدمتش غلام بودن بود. و اون میگه غلام عیسی و رسول خوانده شده، که رسول به زبان یونانی یعنی فرستاده شده برای، فرستاده شده برای استقرار، اثبات و بنا کردن، فرستاده شده برای، این یعنی یک رسول. و الان این روزها خیلی ها رو میبینیم میان و
خودشونو سری معرفی میکنن. من نبی هستم. من تو کلیسای زیادی بودم. از زمانی که از دین اسلام اومدن من همه نوعش رو دیدم. بعضی حتی روی بزنس کارتشون هم میزنن. نبیه. بزنس کارتشون رو به هم میدن. رسول. و من با این مشکل ندارم اگر ریاکاری و جهل نیست. خدا میتونه هر کسی رو دعوت و منصوب بکنه. او خداست. و این جایگاه من نیست که به یکی صلاحیت بدم و به یکی ندم. ولی یه چیز رو میتونم بهتون بگم. که یک نشانی برای نبی بودن هست. یک نشانی برای رسول بودن هست و او خادم بودنه. غلام و فروتن بودن. میدونی که چقدر سخت ماموریت یک نبی رو به دوش کشیدن؟ ماموریت یک رسول توی این کتابه. کاملا واضح و قابل تشخیص از روش زندگیشون. و چیز دیگه ای که اینجا دیده میشه که پولس میگه، این چیزیه که میگه رسول خوانده شده و جدا نموده شده. من عاشق این قسمتم. جدا نموده شده. جدا شده یعنی وقف شده. من دیگه قسمتی از این دنیا نیستم. من تو این دنیا هستم ولی قسمتی از اون نیستم. من جدا نموده شدم برای یک کار متفاوت، هدفی متفاوت. من جدا نموده شدم. این اعتراف کوچیک داره به ما میگه، این اعتراف داره به ما تعهد رو یاد میده و اشتیاق پولس رسول رو نشون میده. من جدا شده هستم. اینم بها داره. جدا شده بودن هم بها داره، چون شما خوانده میشین برای خدمت و نمیتونین کارهایی رو انجام بدین که حتی نه فقط چیزایی رو که بی خدا ها انجام میدن، بلکه خیلی چیزایی که بعضی از مسیحیان هم انجام میدن که نباید انجام بدن. برای همینه که نمیشه کلیسا رو از دنیا تشخیص داد. وقتی یه نفر میاد و میگه من مسیح هستم، جا میخوری، میگی واقعا؟ هدفم قضاوت کردن نیست. اگر اون یه نوع ایمانه قابل درکه، ولی بعد از 10 سال، 15 سال یا 20 سال میبینی که درگیر همون اسارت ها هستن که تمام عمر باهاشون کلنجار میرن. بعد شروع میکنی به سوال کردن که پس کجاست قدرت عیسی مسیح در زندگی این شخص؟ میدونید؟ فقط اینو میتونم بگم که اونها به عنوان افراد جدا شده زندگی نمیکنن. چون همه ما خوانده شدیم. ولی همه ما جواب نمیدیم. و پولس داره اینجا میگه من جدا شده هستم. من تصمیمم رو گرفتم که برای خداوند جدا شده باشه. من تصمیمم رو گرفتم سبت ها رو به جا بیارم و دعا کنم. خیلی بیشتر از قبل به عنوان کسی که از زمین اسلام میان، برام سخت نیست که زمانهایی رو برای دعا مشخص کنم. یه چارچوب زمانی برای دعا داشته باشم، این آسونه. یا بخوام روزه بگیرم، این برام آسونه. من اینجوری تربیت شدم. شاید برای بعضی از شماها روزه گرفتن آسون نیست یا سر وقت دعا کنی، ولی برای من اینجوری بزرگ شدم و خدا از همه چیز استفاده میکنه. خدا از زمینه پولس استفاده کرد. اون یکی از بهترین ها بود و خدا از این استفاده کرد. اون از گذشته من، از اون زندگی قبل من استفاده میکرد برای دیسیپلین کردن زندگی الانم. من همیشه میرم اروپا و به زودی هم میرم همون جای همیشگی در چند هفته آینده. و من هر سال میرم. این یه مراسم بزرگ شبکه‌ایه. از اینجور ارتباطات متنفرم. مراسمات تجاری مسیحی من دوست ندارم. قضاوت نمی کنم. این فقط اون مکانی نیست که میخوام باشم. وقتی که به این جاها میرم انگار که من نیستم. و من به این مراسم میرم با اینکه ذاتاً یک آدم درونگرا هستم. ولی باید با همه دست بدی، بیزنس کارتتو رد و بدل کنی، از یه نفر به یه نفر دیگه و من سرگیجه میگیرم. برام سخته چون عطای من نیست. خواندگی من نیست. ولی به نمایندگی یک سازمان خدمتی باید برم. و وقتی که برای اولین بار رفتم اونجا و خدا ازم خواست که خودم رو وقفش کنم و من گفتم اینو اینجا از من میخوای؟ و من وسط 100 نفر هستم تو یک کنفرانس بزرگ و همه میخوان با هم حرف بزنن. و اون گفت بله. آیا میخوای اطاعت کنی یا میخوای ردش کنی؟ چون بعضی وقتها یه چیزایی رو میشنوید و بعد ردش میکنید. بعد متعجبید که چرا خدا با همون صحبت نمیکنه، چون شما مدام دارید صدای روح القدس رو رد میکنید. و خدا گفت این چیزی که ازت میخوام. و من رفتم اونجا با یک گروهی، با یک تیمی که با من بود. و ما برنامه روزانه داشتیم. و من باید به همه مسیج میدادم و میگفتم من نمیتونم این برنامه ها رو پیروی کنم. چون من باید این اون چیزایی بود که خدا بهم گفت. اون گفت هر صبح
ازت میخوام که. و من صبح زود بیدار میشدم و به خدا بهم گفت که باید اون وقت رو به من بدی و پرستش کنی. دعا تمجید و پرستش. و ازت میخوام که از اتاقت خارج بشی وقت ظهر، دقیقا هر روز سر یک ساعت، که بزرگترین میتینگ ها بین ساعت 9 تا 12 انجام میشد. و وقتی من اینو به گروه هم تکست کردم، اون سرگروهمون و اون آقایی که مسئول توسعه این خدمت بود یه مقامه بالا گفت نه، ما تمام این برنامه ها و ملاقات ها رو با همه این مردم از دست میدیم. و من گفتم اگر منو میشناسی پس به جواب نه منو بپذیری. و بعد گفت باشه، بعد از چند بار سعی، چون یه سری آدم ها بودن در اطرافم. میدونید وقتی دقیقا زمانی که خوانده میشید اون اینو باید از این داستان یاد بگیرید. مردم میان که حواستون رو پرت کنن، مردم میان و دعوتتون میکنن به جاهای مختلف، اونا سعی میکنن که قانعتون کنن که چرا این میتینگ مهمه، چرا این مراسم تولد مهمه، چرا این نامزدی مهمه، تا حواستون پرت بشه. چون دشمن فقط از طریق دل سرد کردن کار نمیکنه که میکنه، یا ناامیدی که میکنه، بلکه اون از طریق سردرگمی هم کار میکنه. اگر بتونه که حواستون رو پرت بکنه، واو، خواندگیتون رو دزدیده، تمرکزتون رو دزدیده. این خیلی مهمه که بفهمید که شما باید تمرکز داشته باشید وقتی که جدا شده هستید. پس من باید خیلی قاطع رفتار میکردم، چون اطرافیان خیلی به من فشار میآوردن. و اینم باید بدونید که هر وقت که توسط دیگران تحت فشار قرار میگیرین، این از شریره. وقتی مردم بهتون فشار میارن که یه باری رو دوشتون بذارن، این شروع یک نوع تشویشه، این شروع یک تشویش روحانیه. اگر بهشون نه نگید، شما یه در بزرگی رو برای شیطان باز میکنید که بیاد و شما رو کاملا از پا در بیاره. نه فقط شما، بلکه خدمتتون هم آسیب میبینه وقتی که شما از همون اول جلوی این فشارها رو نمیگیرید. و بالاخره بهشون گفتم آیا شما نگفتن منو متوجه نمیشی؟ اینقدر لهجه من غلیظه؟ من از اتاق خارج نمیشم تا وقت ظهر. و بعد اونا گفتن اوکی، همه چیز رو عوض میکنیم تا با برنامه جور در بیاد. اینو بگم، من کاری رو کردم که خدا از من خواست. و هر روزی که من از اتاقم سر ساعت 12 خارج شدم، 12 ظهر، هر چیزی که خدمت من نیاز داشت، خداوند اونو برامون مهیا کرد بدون هیچ ملاقاتی. چطور؟ بهتون میگم، از اتاقم خارج میشدم، اتاق هتل رو مستقیم میرفتم به سالن کنفرانس که توی همون هتل قرار داشت. و یه نفر میومد و منو پیدا میکرد، بهم میگفت میدونی چیه؟ من درباره خدمتت شنیدم و میدونم نیازهایی داری. آیا نیاز به دوربین داری؟ نیاز به این داری؟ آیا نیاز به پول داری که بتونی حقوق کارمنداتو بدی؟ آیا برای این کار نیاز به سرمایه داری؟ مردم میومدن و ازم میپرسیدن بدون اینکه برم سمت کسی و بیزنس کارتم رو بهشون بدم. هیچ کدوم، که البته هیچ وقت بیزنس کارت همراه من نیست. وقتی که از صدای خدا اطاعت میکنی، وقتی که از خواندگی اون در زندگیت اطاعت میکنی، پس میتونید اون زندگی جدا شده رو زندگی کنید. آیا خوانده شدید؟ نمیتونید چیزی رو پنهان کنید. یه چیز دیگه، وقتی که شما زیر رادار خدا هستین، هیچ چیزی رو نمیتونین قایم کنین که قبلا میکردین. حتی شاید چیزهای کوچیک باشن. نمیتونین. بهتون یه مثالی میگم. قبل از اینکه خواندگی خدا رو بپذیرم، میتونستم یه کارایی رو قایم که از شوهرم انجام بدم. یه جورایی گولش بزنم یا خرید کنم. میدونین چی میگم؟ گناه خیلی از آنها. ولی بعد از اینکه شروع کردن به اطاعت از خواندگی خود، دیگه نتونستم این کارو بکنم. باید در موازات با اون میشدم و باهاش در اتحاد زندگی میکردم. و یه چیز دیگه، نمیتونی روی حقیقت شیرینی بمالی. باید اون چیزی رو که خدا بهتون میده رو بگید. چون بعد از خواندگی دشمن سعی میکنه به اقتدار شما حمله کنه. بعد از خواندگی اون میخواد که صدای شما رو ببره تا شما رو ساکت کنه. شاید زیادی آتشی هستین، یا به نظر خیلی قضاوت میکنین، یا اینو یا اون، و دشمن عاشق ساکت کردن شماست. فرزندان خداوند، میدونی چرا میخواد این کار بکنه؟ چون افسوسیان 2:2 میگه شریر رئیس قدرت هواست، شیطان رئیس قدرت هواست، رئیس هوا. و به محض اینکه شروع میکنید به حرف زدن، شما شیطان رو مغلوب میکنید. برای همین این انقدر مهمه. این یه الهیات پنتیکاستی یا الهیات کاریزماتیک نیست یا هیچ چیز دیگه.
این کلام خداست. در لحظه که دهانتون رو باز میکنی شما دیگه قربانی اون رئیس هوا نیستید و اینو در هر نمونه از قربانی میبینید که نمیتونن حرف بزنن. برای همین والدین باید به بچه هاشون یاد بدن که داد بزنن یا فرار کنه وقتی که یکی بهشون حمله میکنه. این یکی از ابتدایی ترین و ساده ترین شکل دفاع شخصیه. با شیطان هم به همین شکله، چون اون رئیس هواست، اون میشنوه، اون انواج هوا رو میگیره و وقتی میشنوه حرکت میکنه، چون روح یک نفسه، اون یک نسیمه، حالا میخواد شریر باشه یا مقدس. اینه، برای همینه که مردم ارواح مختلف رو با روح القدس اشتباه میگیرن. ولی کاری که شما باید بکنی اینه که حرف بزنید، حرف بزنید. پس صراحت پولس از روح القدس بود. وقتی خوانده میشید شما باید صریح باشید و فقط میتونید توسط روح آتش، فقط توسط تعمید روح القدس همچین صراحتی رو دریافت کنید که در اون جو صحبت کنید، در اون هستی اعلان کردن و تصریح کردن کلام خدا. که اینجا میبینیم آیه 14 این چیزیه که پولس میگه: زیرا که یونانیان و بربریان و حکما و جاهلا را مدیونم و همچنین به قدرت طاقت خود مستعدم که شما را نیز که در روم هستید بشارت دهم، زیرا که از انجیل مسیح عار ندارم، چنان که قوت خداست برای نجات هر کس که ایمان آورد، اول از یهود و پس یونانی، که در آن عدالت خدا مکشوف شود، عدالتی که از ایمان تا ایمان چنان که مکتوب است که عادل به ایمان زیست خواهد کرد. از انجیل مسیح آر ندارم، من دهنم رو نمی بندم، جایی که باید بگم و اعلان کنم و تصریح کنم پیغام انجیل عیسی مسیح رو، من جا نمی زنم، فرقم نمی کنه که کجا باشم، اگر خدا ازم بخواد صحبت کنم من صحبت خواهم کرد، چون من آر ندارم، چون من همونطور که پولس میگه چنین صراحتی دارم. ولی برای چنین صراحتی شما نیاز به روح مقدس خدا دارید، برای چنین صراحتی شما نیاز به یک تضمین از خواندگیتون دارید. شما نمیتونید، من همیشه نسبت به خواندگیم دو دل نبودم و مردم به هم میگن اوه خدا تو رو به این خدمت خوانده و من حتی مطمئن نبودم در حالی که داشتم کار خدا رو انجام میدادم. ولی یه روز خدا منو توبیخ کرد. یا باید مطمئن بشی یا تمام عمرت رو در یک تضاد سپری کنی. تردید در خواندگی و تضاد در خود شما، در جسم. حالا چه بگی من خوانده شدم؟ مشکل تو این نباشه که به نظر مغرور میام یا نه. نه، من خوانده شدم. من برای این کار خوانده شدم. من خوانده شدم که جدا شده باشم. وقتی مردم میگن او تو فردارم به عنوان یه سبت نگه میداری یا تمام ماه رو، من تلفنم رو خاموش میکنم و به هیچ کس جواب نمیدم، شما به نظر عجیب میاین. مردم حتی مسیحای کلیسا هم تو رو قضاوت میکنن. این نرماله؟ نرمال بودن چیه؟ نرمال بودن چیه؟ وقتی که به یحیی تامین دهنده نگاه میکنید به نظرتون نرمال میاد؟ وقتی به پولس نگاه میکنی به نظرتون نرمال میاد؟ موسی چطور؟ به هم بگی تمام قولهای ایمان در کتاب مقدس هر کدومشون در هر کاری که میکردن نرمال به نظر میان؟ وقتی مردم و مقدسین دور دیوار عریها میچرخیدن و فریاد میزدن این نرمال بود؟ و حالا که اینجا رسیدیم من باید اون آیه مورد علاقم رو بهتون بگم. اول قرنتیان باب اول آیه 25: زیرا که جهالت خدا از انسان حکیم تر است. جهالت خداوند از انسان حکیم تر است. وقتی شما خوانده میشین لازم نیست که نگران این باشید که چطور به نظر بیاید به چشم دنیا. وقتی خوانده میشید دیگه فرقی نمیکنه. صلیب اونو حمل خواهید کرد. خودتون رو انکار میکنید. حتی تمام حرفای اطرافیانتون، نزدیکانتون و دوستانتون رو رد میکنید. اوه من قراره چی بشم؟ یکی از این آدم ها بهم گفت آیا من قراره راهب بشم اگر این کار رو درست انجام بدم؟ مهم نیست، این خواندگی توه و تو فقط وظیفه خواندگی تو عمل میکنی و بعضی وقتا احمق به نظر میای.
به نظر متفاوت میای. با انگشت نشون داده خواهی شد. حتی اگر نخوای اینا اتفاق میفته. ولی خدا به هر کدوم از شما به صورت منحصر به فرد یک خواندگی داده. شما خواندگیه، کس دیگه ای رو تو زندگیتون نداری. این شخص که در کنار توه خواندگی تو رو نداره. ولی هر دوی شما باید الزامات خداوند رو برای خواندگیتون به جا بیارین. دستیار من اینجاست. وقتی که برای این کار اقدام کرد، بلا فاصله بعد از مصاحبه من گفتم واو، این اون زن خداست که میخوام باش کار کنم. ولی بهش گفتم میخوام که امشب رو دعا کنی و بری اون محل کارت رو که قراره توش کار بکنی ببینی. اگر تو مطمئن نیستی 100% که تو برای این خدمت خوانده شدی، به من پیغام نده، به هم چیزی نگو. ولی اگر 100% مطمئنی که برای این خدمت خوانده شدی، چون این خدمت همراه با یک بهایی میاد، همراه با جنگ روحانی، ما وارد دنیای مسلمانان میشیم، ما وارد محدوده ضد مسیحیان میشیم و اون همه چیز رو توی سینی نقره‌ای تقدیم نمیکنه. من داشتم آدمایی که میگفتم من جونم رو فدات میکنم و فرار کرد با اولین وظیفه سخت یا آزار یا توبیق یا اصلاحی که روبرو شد. این یه خدمت برای ضعیفانیست. این یه خدمت برای افراد جنگجوه. و این چیزی بود که بهش گفتم. به هم پیغام بده. به هم خبر بده. اگر این خواندگیته. 100%. امروز اون اینجاست و این بهتون میگه که جوابش چی بوده. به هم پیغام داد و گفت من برای این خدمت خوانده شدم 100%. و امروز میخوام ازتون بپرسم خواندگی شما چیه؟ خدا یک هدفی در زندگیتون داره. هر کجا که هستین خدا برای زندگیتون یه هدفی داره. امروز دارین این برنامه رو تماشا میکنی، این اتفاقی نیست. روی ماهواره هاتون، به وسیله اپ سمارتفونتون، روی فیسبوک، به هر شکلی که داری این برنامه رو تماشا میکنی، خدا داره به اسم شما رو صدا میزنه و اسم او خداست. خدای ابراهیم، خدای اسحاق، خدای یعقوب، یهوه، من هستم، عیسی مسیح داره به اسم صداتو میکنه. اون سازنده و آفریننده شماست. جواب شما در مقابل این خواندگی چیه؟